سلام به همه. در این ویدیو درباره دیسلوکیشن هیپ یا در رفتگی مفصل لگن صحبت خواهیم کرد و در آخر ویدیو خواهید دید که چطور این جا اندازی رو برای بیمارمون در اتاق عمل انجام خواهیم داد. پس با ما همراه باشید. خب دیسلوکیشن هیپ میتونه یک وضعیت اورژانسی باشه که نیاز به درمان سریع داره و مفصل هیپ هم یکی از بزرگترین و مهمترین مفاصل بدنه که از اتصال سر استخوان ران به قسمت کاسه استخوان لگن تشکیل شده. دیسلوکیشن هیپ زمانی اتفاق میفته که سر استخوان ران از کاسه لگن خارج بشه و این یک آسیب جدیه که نیاز به درمان فوری داره. تصادفات رانندگی، سقوط از ارتفاع، ورزش‌های شدید مثل فوتبال، بسکتبال یا کشتی که فشار زیادی به مفصل وارد میکنن میتونن باعث این آسیب بشن. خب باید بدونید که بعد از دررفتگی لگن علائمی مثل درد شدید در ناحیه لگن، عدم توانایی در حرکت دادن پای آسیب دیده و تفاوت در طول پاها و تورم و کبودی ممکن رخ بده و بعد از این اتفاق بیمار نباید به هیچ وجه حرکت کنه و باید سریعا به اورژانس منتقل بشه. برای جا اندازی ما از مانور آلیس استفاده می کنیم تا مفصل رو به حالت طبیعی خود بازگردانیم. بعد از جا اندازی بیمارانمون باید استراحت و عدم تحمل وزن روی پای آسیب دیده رو حداقل حدود 6 الی 12 هفته رو داشته باشن. شروع فیزیوتراپی بعد از چند هفته برای تقویت عضلات و بازگشت به حرکت طبیعی الزامیه. به طور کلی در رفتگی مفصل هیپ یک آسیب جدیه که نیاز به تشخیص و درمان فوری داره. علائم اون شامل درد شدید، تورم و عدم توانایی در حرکات است. با درمان به موقع و فیزیوتراپی افراد میتونن به بهبودی کامل دست پیدا کنن. و در آخر این که اگر سوالی دارید در قسمت نظرات بنویسید و ما به شما پاسخ خواهیم داد. همچنین اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آموزشی بیشتری ببینید.